مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و شما و دوستان مثل شما با تجهیزات امریکایی بودش که در ارتش ایران بود. حتی من الان چند نمونهش رو که شما با تایم و با کیهان مصاحبه کردید در مخالفت با هواپیمای F14 و موارد اینطوری دارم. اون موقع شما آیا خطری رو متوجه ایران نمیدونستید که یا فکر میکردید امکان جایگزین اینها در ارتش ایران وجود داره؟ هواپیمای F14 یا موارد دیگه؟ ما برداشت ما یا تحلیل ما از اوضاع این بودش که ما در یک درگیری خارجی با یک دولت همسایه که بخواهیم از هواپیمای F14 استفاده کنیم وجود نداریم. ما با کدوم یک از همسایه ها امکان داشته چه درگیر بشیم؟ اما خب با عراق درگیر شدیم. نه هیچ وقت. درگیر شدیم. چجوری به چه صورت درگیر شدیم؟ آیا در همون درگیری ها ما هیچگاه حس کردیم که میتونیم از F14 ها استفاده کنیم؟ به نظرش این سلاح ناکارآمدی بود. برای کشوری مثل ایران ناکارآمد بود. و فروش هواپیماهای F14 به ایران برای این بود که بهای تمام شده یه هواپیما رو برای ارتش امریکا پایین بیارن. و این هواپیما به درد ایران نمیخورد که ما بخواییم ازش استفاده کنیم. اما تو جنگ استفاده شد نشد؟ بله؟ در جنگ عملا از F14 استفاده شد. کدوم جنگ؟ جنگ با عراق. یادم نمیاد. یکی از مواردی که دکتر شما مورد از نظر بعضی انقلابی مورد اتهام هستین، اما به نظر من میشه گفت شاید یه جور سند افتخار هستش، در واقع بحث دخالت شما در اعدام‌های ابتدای انقلاب هستش. حتی آقای خرخاری تو خاطراتشون میان ذکر میکنن که میخواستن یه جمع 30 نفره رو اعدام بکنن و شما دخالت میکنید و 3 نفر رو فقط تو اون جمع اعدام میشن. اولا که یادتون از اون 27 نفر دیگه هستن، یعنی چه کسان این جونشون رو مدین شما؟ ببینید خب خیلی ها بودن دیگه، اینا هر کس رو میگرفتن میابودن مدرسه رفاه. یکی از کلاس ها رو ما موکد پن کرده بودیم، همه اینا رو میذاشتیم اینجا. تنها کسی رو که من جدا کردم هویدا بود، برای اینکه کسانی بودن مثل جهانبانی تو اون مجموعه که با هویدا بسیار بد بودن و منم مطرح کردم، گفتم من نگرانم که شب اینا بریزن هویدا رو خفه کنن، بنابراین باید جداش کرد، یه اتاق جداگانه دادیم به هویدا. بله. اما حالا چی بود سوال شما؟ عرضم این بودش که آقای خلخالی مصر بودن بر اعدام ها و شما مخالفت میکردید. چه کسانی رو شما اون ایام تونستید که مانع اعدامشون بشین؟ چون آقای خلخالی میگه 30 نفر بودند، من 3 نفر تونستم اعدام بکنم، 27 نفر دیگر آقای... 3 نفر رو ببینید وقتی نوشتن، من نبودم تو اون جلسه، حسین خمینی اومد عقب من منزل پدرم تو همون خیابون عین الدوله، پسر حاج آقا مصطفی. بله. گفت بابا میخوان شما بیاید. رفتم دیدم همه نشستند و صحبت رو. آقای خمینی از من پرسید اینا کیا میخوان اعدام بکنم؟ گفتم من نمیدونم. خلخالی در حاشیه روزنامه اطلاعات اسامی 23-24 نفر رو نوشت. آقای خمینی گفت نظر تو چیه؟ گفتم والا ببخش متوجه نشدم، در حاشیه روزنامه اطلاعات اونجا تو جلسه؟ بله همونجا نوشت اسامی. بله. گفتم والا یه آدمی مثل هویدا خب باید اول محاکمه بشه. گفتم شما کاری نکنید که اینا مظلوم بمیرند. بالاخره هویدا سالها نخست وزیر بوده، باید جواب بده و او رو در یک دادگاه علنی محاکمه کنید. یادمه حتی پیشنهاد کردم که ما جلسه دادگاه رو میذاریم در امجدیه، یک هیئت منصفه قوی هم انتخاب میکنیم میذاریم در برابر صد خبرنگار آقای چیز بیاد جواب بده. اونتا موافقت نبود، موافقت نشد، فکر میکنن که جنجال به پا میشه. بعدم خلخالی به نوعی شتاب زدگی در اعدام اینا داشت. این درست بودش که بعضی از این اعدام ها خلاف نظر امام بود؟ بله. ولی یادتون باشه گروه های چپ جمع می شدن می گفتن خلخالی اعدام
یکی از مشاورین خلخالی در این اعدام ها خود گروه چپ حزب توده مجاهدین جلیک ها اینا بودن. ولی صدام دنبال این حرف ها نبود، صدام دنبال این موقعیت خودشو تثبیت بکنه با حمله به ایران. بله، خودشو نماینده همه عرب میدونست. گفتم وقتی راجع به سه جزیره صحبت میگه بودم به شما چه مربوطه؟ شما مدعی مالکیت اونجا نیستید که. گفت نه من نمیدونم، ما بسیم، هر حزب، هر مسئله هر مسئله حزب بسه. تحدید نظامی هم کرد آقای دکتر؟ تحدید نظامی من یادم نمیاد کرده باشه، ولی نیروهاش آوردون به مرز ایران. شاهد مثالی هم میورد که شماها دارید ما رو تحریک میکنید؟ چرا، زیاد یادتون هست؟ با غنا تحریک میکردیم، نمونه های برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود، برنامه های بخش فارسی. بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. تلویزیون موقع مدیریتش پای قطب‌زاده بود، درسته؟ بله. یعنی تصور میکنید که نگاه ایشون بودش که غالب بود، چون ایران انقدر موقع بله. مسئله داشت که خود حق قطب‌زاده تنها نبود، نگاه آقای خمینی هم این بود که بریم به سمت درگیری؟ نه، که تحریک بکنه، که حمله کنه، که این کارا رو بکنن، به طوری که وقتی که دعایی در اون جلسه گفت که آقا اگر شما میخواید با صدام بجنگید، شما این کاری که میکنی یعنی جنگ، اگه میخواید بجنگید من دیگه نمیرم عراق، پاشد که بره. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری.